بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت، با هر درود نام تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل بسته را با دست های روشن تو می توان گشود. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا بر رسم سه‌شنبه شبها در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده، و بسیار مفتخریم که در محضر سرور معززمون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جای رسولی. از طرف خودم و نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین انشاءالله. سلام و درود خداوند بر شما، پیروز و موفق باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و دنبال کنندگان همیشگی در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز و شادکام، و مثل همیشه ما را از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نمی فرمایید، موفق باشید. در خدمتتان هستیم. خوب است انشاءالله، الحمدلله. خیلی خوش آمدین. سلامت باشید انشاءالله. انشاءالله که در این ماه با برکت و ماه حرام ذی‌قعده که قرار گرفتیم، در ادعیه هایی که دارین و انشاءالله از ما و بینندگان عزیزمان هم یاد بفرمایید، مشمول دعای خیرتان باشیم انشاءالله. و بر رسم سه‌شنبه ها در خدمتتان هستیم با یک بوجی از سوالات دیگه. در خدمتتان هستیم. مهربانی کردن عزیزان ما به نمبر مثبت 964-780-255-413 سوالات و پیشنهاداتشان رای کردن. اولین سوالی که از استاد محترم خواهیم پرسید، سوال است که بیننده محترمان به نمبر مثبت 93-78-4 نمبر آخر 38-44 استادشون سوال کردن که آیا میشه سر و پای با دست چپ مس کرد در هنگام وضو گرفتن؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی در این زمینه و بسیار از مراجع اعظم تقلید حفظه الله تعالی ان شاء الله در این زمینه فرمودن که مستحب به بعد از اینکه انسان صورت خودش شست و دست راست و دست چپ خودش شست، مستحب به با دست راست فرق سر و جلب سر خودش را و روی پاهای خودش را از سر انگشتان تا مفصل. بله. این توجه دارید دیگه، و بینندگان ما توجه داشته باشن که تا مفصل، یعنی تا اون جایی که پای چی میکنه؟ قاط بازی میکنه، قاط میخوره، نه تا او برآمدگی وسطی پای، که چنان که قبلا معروف و مشهور بود که تا برآمدگی پای. پس بنابراین مستحب با دست راست اول سر مس کنه، با دست چپ هم میشه انسان سر خودش مس کنه، و با دست چپ هم میشه خدمتتان عرض کنم که پاها را مزو پای میشه، ولی استحبابش همون یکی با دست راست سر، با دست راست پای راست، با دست چپ هم چی؟ پای چپ باشه. پس مبتل هم نیست دیگه عزیز ما، مستحب بس فقط با دست راست بله. کارو سر بگیره، ولی اون شرط کمال و استحبابش هم بتونن رعایت کنن بهتره. بسیار عالی. سوال دومی که بیننده محترممون به نمبر مثبت 9378 چهار نمبر آخر 5232 روان کردن و صدای دلنشینشان هم برای ما روان کردن در قالب ویس، ما بسیار تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوار، و ما صدای شما را پخش خواهیم کرد و در قالب سوال که پرسیدید و انشاءالله استاد محترم پاسخ خواهند داد. سلام علیکم به حرمت کارمندان حادیتی. آیا کسی که چرس بکشد نمازی و قبول میشود یا نه؟ بله، تشکر میکنیم همچین از شما. کسی که چرس میکشه دیگه نمازش قبول. بله، تصور ما بر است که برادر ما خدا وجودش است بالا حفظ کنه از امیدیس چرسی بالا بسیار میست که به عذاب شدن. به هر حال یک سوالی برایشان خلق شده، که سوالی هم که برایشان خلق شده به خاطر از است که چون ما در روایات داریم و به کرات ممکنه ایشان هم شنیده باشه، بینندگان هم شنیده باشه، که کسی که شراب می نوشه، شرب خمر میکنه و تعبیری در روایات هست که 40 شبان روز نماز ازی قبول نمیشود. البته ای که گفتن نماز قبول نمیشود، نه به این معناست که دیگه خب اگر نماز که قضا قبول نمیشه ما نماز چیه نمیخونیم، نه به این معنا نیست، به این معناست که اینقدر این کار زشت است و این کار شنیع است و این کار بد است که خدای تبارک و تعالی گفته من از چنین شخصی نماز زورا چیه نمیپذیرم. ما روایت در باب شراب داریم،
اما در باب چرس و بنگ و نمیفهم مواد مخدر جدید و کریستال و شیشه و چیزا ما در این زمینه روایتی نداریم که اگر کسی اینا را استعمال کنه 40 شبانه روز نمازش قضا نمازش پذیرفته نمیشه و چون او امر یعنی شراب نوشیدن امر بسیار پلید و رجس و بد و از عمل شیطان خب خدای تعالی گفته من نماز چون شخصی را نمیپذیرم. البته اگر این مواد مخدر جدید یا کارهایی که جدید بعضی ها انجام میدن به همو پلیدی و به همو زشتی همو اثرات عمل شیطان داشته باشه البته ما نمیتونیم بگوییم که قطعا و 100% نماز از اونام پذیرفته نمیشه. چرا؟ باید فقط در باب چی آمده؟ در باب شرب شراب و شرب خمر آمده شامل چیزهای دیگه ممکنه نشبه ولی زشت زشته است. حالا که یه روایتی که صریح اشاره نشده پس نظر آیات اعظام هم فتوایی پس صادر نمیشه؟ نه 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 فتوایی داده نمیشه مگر خدمت شما ارز کنم باز کسی پیدا شد سوال شخصی ازشون پرسید به تعبیر یک بحث هست در بین فقها بیشتر در بین فقهای عامه و اهل سنت که دنبال مقاصد شریعه میگردن میگه شریعت مقدس این حکم را که انشاء کرده گفته این حکم میشه منظورش چی بوده؟ بر چی پایه و اساسی بوده؟ چی پایه و اساسی که همو پایه و اساس و منظور اگر در جاهای دیگه هم باشه مطالب دیگه حکم چی میشه؟ خدمت عرض کنم تطبیق داده میشه اما فقهای عظام شأن شیعه بیشتر دنبال از این گپا فعلا نیستن. بسیار خب انشالله که واقعا این بلای خانمان سوز بله که از توی تمام خانواده ها بخصوص جوانای عزیز ما انشالله که رخت بر ببنده و واقعا تباهی داره دیگه استاد دیگه هرچی که آدم فکر دیگه میکنه. جناب حسینی عزیز بزرگوار و بینندگان عزیز شما همان مقالات در این زمینه در اینترنت بسیار موجود است کلیپ ها در این زمینه موجوده ویدیوهای بسیار طولانی و کم و کوتاه در این زمینه موجوده که چقدر آفت داره بانه. چقدر ضرر داره هیچ نیازی نیست که نماز انسان قبول شوه یا قبول نشوه هستی انسان چی میکنه برباد میکنه وقتی هستی انسان برباد داره زندگی نه نمازی نه خدای نه پیغمبری هیچ چیز انشالله خداوند نجات بده کسایی که در این دام گرفتار هستن انشاءالله. خب بیننده محترم ما به نمبر مثبت 9378 شان نمبر آخر 7249 سوال کردن که یگان وقت میشه که در حال نماز خوندن تشهد از یادشان میره بعد وظیفه ایشان چیست؟ خدمت از این بیننده عزیز با شما عرض کنیم که یکی از جاهایی که برای انسان سجده سهو واجب میشه همی جاییست که انسان تشهد چی میکنه فراموش میکنه. مثلا من یا شما یا بیننده عزیز در رکعت دوم نشستیم و میخواییم رکعت دوم تشهد بخونیم اما تشهد چی میکنیم؟ فراموش میکنیم. استاد میشیم. حالا وقتی زمان استاد میشیم در استاد شدن اگر در یاد ما بیایه قبل از اینکه بر رکوع بریم. چون اگر بر رکوع بریم دیگه برگشتنی در کار نیست. ما وارد یک رکن جدید شدیم ولی هنوز استاده هستیم مشغول خواندن تسبیحات اربعه ایم یک دفعه یاد ما میاد که می تشهد ما چی کردیم فراموش کردیم پس میتونی بشینی و تشهد خودت بخونی ولی اگر همونطور مخیری پس باید کارو بکنی باید بشینی تشهد خودت چیکار کنی بخونی ولی اگر وارد رکوع شدی یاد سجده رکعت سوم و چهارم در یاد آمد دیگه اینج فعلا وظیفه‌ای نداری نماز تهمیت ادامه میدی بعد از اینکه نماز را تمام کردیم انسان موظف است که دو تا سجده سهو به جا بیاره یعنی اگر پس کسی تشهدش فراموش شد بعد از نماز وظیفش دو تا سجده سهو سجده سهو میره خب است که انسان بعد از اینکه سلام نماز گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیت میکنه در دلش سرش میگذاره روی یک چیزی که سجده بر او چی باشه صحیح باشه حالا مهر باشه زمین باشه سنگ باشه هر چی میخواد باشه ذکر خاصی هم نداره هیچ ذکری هم نگوی اشکالی نداره کفایت میکنه ولی بهتر است که بگه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته بالا شوه بعد دوباره بره به سجده همون ذکر رو بگه تشهد بخونه و سلام نماز بگه پس کسی که تشهد نماز از یادش رفت فقط علمی وظیفه‌ش اینی نیست که سجده سهو انجام بده و توجه داشته باشد در سجده سهو تمام او چیزایی که در نماز واجب و لازمه در سجده سهو هیچ کدامش واجب و لازم نیست یعنی رو به قبله بودن لازم نیست پاک بودن لباس لازم نیست وضو داشتن لازم نیست هیچ کدام از اینا بلا فاصله نماز باید صورت بگیره چسبیده به نماز بله چسبیده به نماز باید به همون رقم نیت کنه و دو دونه سجده سهو انجام بده البته سجده سهو یک جای دیگه هم واجب میشه یعنی طبق فتوا حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند در 5 جا سجده سهو واجبه در 2 جایش فتوایه
در سه جای دیگهش بنابر احتیاط واجبه. ما فعلا دو قسمت فتواش میگیم. پس یکشو گفتیم، دومی است که انسان بعد از اینکه از سجده دوم بالا شد شک میکنه، کمی 4 رکعت بود، 5 رکعت بود، 4 رکعت بود، 6 رکعت بود، خیلی حواسش پرت است در نماز خواندن. اینجا میفرمایند باید بنا رو بر چند بگذاره؟ 4 بگذاره دیگه، چون بیشتر از 4 رکعت که نماز ما چیه نداریم، نمازم اونجا تمام کنه و بعد از نماز دو تا سجده سهو هم چیکنه انجام بده با تشهد و سلام. بله با تشهد. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین به وقت بیداری و به زمان میان برنامه رسیدیم. به اتفاق استاد محترم و شما بینندگان گرامی میبینیم میان برنامه را و انشالله در قسمت بعدی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان گرامی با برنامه به وقت بیداری بخش احکام، مهمان لحظات و نظرهای شما عزیزان هستیم. خب چقدر خوبه میون برنامه‌ای که عزیزان مشاهده کردن، واقعا زندگی که در صلح باشه بین مسلمانان و برادران، به عنوان یک برادر در کنار هم زندگی بکنن چقدر لذت بخش میشه. سوالی هم که بیننده محترمان پرسان کردن تقریبا با میون برنامه‌ای که پخش شد همخوانی داره، مثبت 98992 92 61. سوال کردن که بین اقوام ما متاسفانه اختلافات مالی رخ داده، از طرفی هم اینا دسترسی به محکمه ندارن. خب شما به عنوان کارشناس محترمی که به هر حال پیش شما پناه بردن و سوال مطرح میکنن، چه پیشنهادی برای عزیزانی که به اختلاف مالی خوردن و دسترسی به محکمه ندارن نداره؟ خدمت شما و ای بینندگان عزیز باید ما دو نکته میگم. یک نکته ای که دیگه اصلا به می کارا منجر نشوه، همی اختلافاتش پیش نیایه. یک نکته دیگه درباره که فعلا اختلاف پیش آمده و دسترسی به محکمه و دادگاه نداره، چه کار کنن؟ نکته اولمون نکته است که خدای تبارک و تعالی در طولانی ترین سوره و در طولانی ترین آیش که سوره بقره و طولانی ترین سوره شم نظرا سوره 280 چند سوره بقره 86 یا 88 میتوسه که در اونجا خدای تبارک و تعالی میفرماید که اذا تداینت بدینین، زمانی که شما دین با هم دیگر دارین، یعنی یکی قرض میگیره یکی قرض شما میگیره، بنویسین قرض هایی که دارین نوشته کنین و شاهد بگیرین، دو شاهد عادل و شاهد بگیرین که فلانی ولد فلانی اینقدر پیسه قرض کرد و قرار ده فلانی تاریخ میره چیه بته و هیچ بدم نیست. تازه میگه کار از محکم کاری عیب نمیکنه، فردا دو نفر شاهد بوده نوشته شده میبری، بالاخره ممکنه طرف یادش هم رفته باشه ولی وقتی نوشته رو ببینه ده یادش میاد. میگه کم رنگ ترین شاهد... نوشته ها از محکم ترین و قوی ترین ذهن ها. بله پس بنابر خدای تبارک میگه نوشته کنین که نمی به خاطر اینکه اختلافات مالی پیش نه فردا ناراحتی نشه و جار نشه و جنجال نشه نوشته کن. الحمدلله من فعلا هم که ما در یک وضعیتی هستیم که خب قلم و کاغذ و چیزا در دسترس است، انسان های با سوادم در دسترس است. ایره خدای تبارک و تعالی در 1400 چند سال پیش گفته که تعداد نویسندگان در شبه جزیره عربستان به تعداد دو تا انگشتای چی بوده؟ دست کمک بیشتر بوده. اینقدر توصیه کرده. کاغذم کم بوده، خود نوشته کردنم سخت بوده. یعنی بزن قلم اندمنی دوات و بد نوشته کن. خب سخت است الان. بسیار. پس اول کار باید که نوشته کنیم و کسی خفه هم نشه که
شما 100,000 اوغانی ما قرض میدید، اینو نوشته میکنی، شاهد میگیری، خدای تبارک و تعالی گفته، دستور سری خدای تبارک و تعالی و هیچ کدام خفه شدن و ناراحتی گپا نیست. پس اول باید نوشته کنیم. حالا که نوشته نکردن، اختلاف پیش اومده، او میگه مثلا من اینقدر پیسه از شما میخوام، او میگه اینقدر پیسه، ولی چیزی هم نمیتونه انسان چیکار کنه؟ ثابت کنه. در این جاها جناب حسینی عزیز بزرگوار که بیرندگان ما در جریان باشند، بهترین راه صلح است. مثلا شما از من میگی که ما 100,000 از شما میخواییم، من میگم نه بابا 100,000 کجا بود، این جوال نبود، چیزی نمیخواست شما. حال خو خیر است، شما میگی بهرحال 20,000 بود. خب صلحش این رقم است که نه 100,000 که او بنده خدا میگه و نه 20,000 که من میگم، یک طوری شبه که خدمت شما ارز کنم بینابینی باشه، یک 50,000 60,000 40,000 با هم دیگر چی کنن؟ صلح کنن. و این رقم هم بگن که اگر از ما به طرف شما رفته ما میبخشیم، اگر از چیزی از طرف شما به ما آمده ما میره میبخشیم، و خلاصه فردای قیامت یخنگیر شما نیستیم. چون اگه قرار باشه بحث در محکمه و قاضی و این چیزا کشیده شوه، دیگه خیلی جار جنجال میشه و پیسه ها خرج میشه و رفت و آمد، و بالاخره ممکنه که به جایم انسان نرسه، ولی صلح بهتر است. بله، چقدر خوب است اشاره کردین که ولی خب در دسترس است که قلم و اینا، از قلم هم از قلم کدم زیادتر استش. حالی من یک انجینیر دیدم، برای بینندگان عزیزی که اگر انجینیری کار میکنن یا داد و ستد دارن با نفرایشان با کارگرایشان، یه خب یک وقتی هست که همون قلم هم نیسته، یه همون گوشی خودم میگرفت همون صفت میکرد، سر را زفت میکرد که من دمی امروز به ای شاهد مثلا یه قدر پیسه دادم یا یه کار انجام دادم، باز بعدا این عادت سر فرصت وارد دفعه شده. حتی امال خب بعضی از گوشی ها میگی نوشته میکنه گوشی، یعنی شما میگی ترقص گوشی چی میکنه؟ بله. نوشته میکنه. بله، بسیار عالی. و چقدر خوبه که عزیزانی که سوال دارن از اهل فن سوالشون رو پرسان کنن، نه که خب ما چیزایی شنیدیم مردمیتون میگن اوتون میگن. خب این سوال باعث شده که بیننده عزیزمان، خب باز خوبه که ایشان سوالشون رو رایی کردن که به جواب برسن. بعضیا خب متاسفانه به این درجه نمیرسن، امور قبول میکنن. مثبت 93-78 4 نمبر آخر 70-76 سوال کردن که برخی از مردم میگن که یگان نوع از نژادهای سگها، بعضی از مردم میگن که نجس نیستن، مثل سگهای خرد هستش که اینا در خانه بعضی پاپی ها میسه بای پاپی پاپی اینا که در خانه نگهداری میکنن، میگن اینا پاکن. این نوع سگها و این نژادشون میگن که ظاهرن تو شنیدن که نجس نیستن، شما هم یک راهنمایی بتن برشون. ما اول که اظهار تأسف کنیم جناب حسینی صاحب بزرگوار، و خب بینندگان ما ممکنه به کرات دیده باشن در کشورهای اسلامی و کشورهایی که داعیه دار اسلام و داعیه دار مذهب و دین، خب دیده میشه که در سرک و مبین موتر طرف و طرف ها سگ میگردانن و با خودشان در کوچه و خیابان سگ میارن. حالا خب این فرهنگ غربی است، به هر حال ایتو نمیشه که هر چی در غرب بود ما هموره نعل به نعل هم مثل همواری باید در فرهنگ خودمان حتما چه کنیم؟ پیاده کنیم. ما به شما و بینندگان عزیز بگوییم که سر پیشرفت غرب در سگگردانی نیست، در کاواره نیست، در رقص نیست، در آواز نیست. این قبلا اقبال لاهوری هم گفته، این فن و دانشیه که غرب به او رسیده، در اثر دیسیپلین، در اثر نظم، در اثر این گپای از سگگردانی و از این گپا کسی به جایی چیه نمیرسه. پس بنابراین اگه ما میخوایم تقلید کنیم از فرهنگ غرب، نظم و دیسیپلین و همون وجدان کاری بلد که داره، باید اون رو چیه یاد بگیریم. علاوه بر این سگ نجسه، بالاتر از نجس، نجس العین، انواع سگ چی پاپی باشه، زینتی باشه، خانگی باشه، تازی باشه، آهوگیر باشه، دیگه چیزایی هست دیگه. سگای کمرباریک هست، کمرباریک هست، باریک باره، سگ نگهبان باشه، سگ گله باشه، کلی از اینا نجسه. ما به خاطر اینکه دل بینندگان ما یک مقداری بازم اطمینانشون بیشتر شوه، مجبور هستیم که رساله حضرت آیت الله العظمى سیستانی را برای بینندگان عزیزی را چیکار کنیم؟ بخوانیم. حضرت آیت الله العظمى سیستانی در توضیح المسائل جامع جلد 1 صفحه 78 در مسئله 124 میفرمایند سگ و خوکی که در خشکی زندگی میکنند نجسند، و حتی مو، استخوان، پنجه، ناخن، آب دهان و سایر رطوباتشون.
و به هر جا سرایت کند آن را چی میکنه؟ نجس میکنه. شایان ذکر است. یعنی میگه این توجه داشته باشین. در این حکم فرق بین اقسام سگ و خوک نیست. همین که سگ و خوک خشکی باشه نجسه. بنابراین سگ زینتی، همین سگایی که به خودشان میگردانن، و غیر زینتی، سگ کوچک یا سگ بزرگ، سگ تربیت شده و غیران، همه نجس هستند. در پاورقی هم یک نکته بسیار جالب را اشاره میکنن که ممکن اگر برخی از بینندگان ما را ببینن و صدای ما را بشنون، نگه داشتن سگ در منزل مسکولی کراهت دارن. ما روایت هم داریم که مثلا میگه فرشته ها نمیایه، صدای دعا بلند نمیشه گپا، بلکه نگهداریان در منزل معمولا موجب محظور شرعی میشه. محظور شرعی محظور هستیم، وی سگ از هر جایی میره، ممکنه ای بدنش تر باشه، لباس های ما تر باشه، فرش تر باشه، خانه تر باشه، وی خانه چی میشه؟ نجس میشه. و گاهی نیز به باطل شدن نماز می انجامد. ما چی داریم دیگه؟ یک نماز داریم. این نماز هم که با گردش و رفتار آمدن و خرامان کردن سگ باطل شده، خود دیگه یه چی ضرورت است که ما سگ بالاخره یک زمان زندگی اشاعری بوده، کوچی بوده، گله بوده، خب سگ و نگهداری سگ لازم بوده، باید و بنده خدا سگ نگهداری میکرد. حالا این زندگی آپارتمانی و این دیگه، این سگ نگاه کردن من نمیفهم با خدا بریم، حل نمیشه جناب حسینی که چرا در این زندگی که جای خودش نیست یک سگ دیگر هم انسان با خودش بیاره و نگهداری کنه. بله. یک روز از سرک تیر میشورم که یک نفر هم یک سگ بغل کرده بود. من خب گفتم یک تذکر دیگه شد، بعض وقتا وظیفه هستش. من گفتم که میبخشید امیر، خب سگ نجس از نظر اسلام. یه جواب داد گفت که امیر خدا خلق کرده یا نه؟ خدا خلق کرده. من گفتم خب همون خدایی که خلق کرده میگه که نجسه، دیگه کدام نفر دیگه که نمیگه. خب باید بهش میگفتی، میگفت خدا خیلی چیزهای دیگر هم خلق کرده، ولی خود شما از همون چیزی که مخلوق خدای تبارک و تعالی بدت میایه، بنابراین تو نمیشه که هر چیزی که خدا خلق کرده باید، ولی چشم ابروی ما باید را بره تا خب ما باید خانه ما باید باشه، خب نمیشه. بعض وقتا دیگه خب برای توجیهات انسان توجیه است، گفته شما توجیه است، اجریش و مبنا هم نداره. خب ما نمیرسیم به سوال بعدی چون به زمان میان برنامه رسیدیم، چون سوال است که حالا نمبرشون رو اعلام میکنم، چون دو قسمت داره سوالشون، مثبت 93 7041 بیننده از ما هستش که انشالله سوالشونه در قسمت بعدی انشالله که قرائت خواهیم کرد و اتفاق شما عزیزان میبینیم میان برنامه. اللهم صل على محمد المصطفى اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و الان اعدائهم اجمعین. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. و اصول محترم، عجب روایت زیبایی از وجود مقدس پیغمبر اسلام نوشته شد که عزیزان در میان برنامه دیدن، که کسی که واقعا آیین من را دوست داره و میخواد که در زمره ملت ما باشه باید از من پیروی کنه و از جمله سنت ها ازدواج است. سوالی که بیننده عزیزمون پرسان کردن، حالا شاید بعضیا پیدا شون که از سنت پیروی میکنن و سنت ماکم پیروی میکنن یا زیادتر میخوایم پیروی کنن. مثبت 93 70 4 نمبر 80 66 سوال کردن که اگر کسی مردی با وجود داشتن زن بخواهد ازدواج مجدد داشته باشه، از زن دومی بگیره و این سنت را که الان در حدیث داشتیم ادامه بده، آیا اجازه گرفتن از زن اول لازم است یا نه؟
خب ازدواج دوم یا سوم که بنده خدا میخوای انجام بده یا چهارم میخوای انجام بده دارای انواع و اقسامیه. یک قسمش ایست کمی زن اولش در زمانی که عقد بسته کرده شرط ضمن عقد کرده که شما بدون اجازه ما حق گرفتن زن دومه نداری، که هم قبول کرده باشد در شرط ضمن عقد. حالا که میخوای زن دوم بگیره یا زن سوم بگیره باید از این زن خودش چی کنه؟ اجازه بگیره، که اگر زن خودش اجازه نده خب زن گرفتنش هم دیگه جایز نیست. یک نکته. نکته دوم است که شخص اگر بخواید با برادرزاده خانم خودش ازدواج کنه یا با خواهرزاده خانم خودش چی کنه؟ ازدواج کنه. فعلا یک خانمی داره، این خانم یک برادرزاده داره، یا این خانم یک چی داره؟ خواهرزاده داره، و این شخص بخواد با برادرزاده یا خواهرزاده از این زن بخواد چی کنه؟ ازدواج کنه. الا و لابو چاره ای نیست، باید از این خانم چی بگیره؟ اجازه بگیره، که اگر این خانم اجازه نده و اونا بخواین عقد بسته کنن یه عقدشون چیه؟ باطله. باید این خانم اجازه را بده. و داریم در جامعه هم زیاد داریم که اتفاقات چیه؟ افتاده. خیلی از دور از آبادی هم نیست که یک نفر تصور کنه چطور میشه انسان یک زن داشته باشه بعد با خواهرزادیش یا با برادرزادیش ازدواج کنه. هست در جامعه اتفاق افتاده. این حالت چندم؟ دوم. حالت سومی است که یک انسان مسلمان میخواد یک دختر اهل کتاب یا یک زن اهل کتاب را میخواد ازدواج موقت کنه بایش، و زن مسلمان فعلا در حباله نکاح خودش داره، زن داره، زنش مسلمان است و میخواد با یک زن دیگه ازدواج موقت کنه. این که میگیم ازدواج موقت، چون از نظر فقه شیعه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب جایز نیست، با بقیه کفار که کدامش جایز نیست، ولی با اهل کتاب فقط ازدواج موقت چیه؟ جایزه. بنابراین اگر مردی حالا در خارج زندگی میکنه یا داخل زندگی میکنه، هر جای زندگی میکنه، میخواد یک دختر را ازدواج موقت کنه، یک زن را باشه ازدواج موقت، حتما الا و لابد باید از زن خودش چی بگیره؟ اجازه بگیره. اگر زنش اجازه داد ازدواج موقت با او زن جایزه، اگر زن اجازه نداد ازدواج موقت جایز نیست. دیگه اجازه لازم نیست. در این سه مورد که ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم اجازه زن حتما باید چی شوه؟ گرفته شوه. به قول معروف گپ کلان شد دیگه استاد. عزیزان همشهری ما که در کشورهای اروپایی مخصوصا زیاد هستن، به هر حال بگن ما چشم زن دور دیگه اینم اینجا شوخی نیست دیگه. نه، باید حتما زن اطلاع داشته باشه از این. شاید اینا هم میترسن که خب خلل در زندگی شخصی خودشان وارد شه، ولی من فکر می‌کنم استاد اگر در یک فضای منطقی اگر بحث شوه شاید بتونه خانوادش هم پذیرش داشته باشن که در حال حالی که جداییش از صورت گرفته بله آره اجازه صادر بشه. خب ما این سوال واسه به خاطری که به میان برنامه ما نزدیک بود پرسان کردیم، و سوال قبلی که ما نمبرشون هم اعلان کردیم برادر یا خواهر گرامی ره، خب ما قرصوال نباشیم ازشان، سوال کرده بودن که من همیشه چند ساعت قبل از گفتن اذان وضو میگیرم، آیا با این وضو میشه نماز خواند یا نه؟ و قسمت دومش سوالشان همین است که به اندک کار دچار تشویش میشن، شاید داره دلهره پیدا میکنن، استراب پیدا میکنن. خب این شخص الحمدلله و المنه دائم الوضوعه و بسیار سنت نیک، سنت حسنه، سنتی است که رسول مقبول صلی الله علیه و سلم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به پایبند بودن، صحابه هم به پایبند بودن، بسیار کار خوبی است. اگر انسان قربت لله ولو 10 ساعت قبل از اذان مثلا به وضو بگیره، قربت لله وضو گرفته باشه، با همین وضو میتونه هر چی نمازی که داره این نماز خودش چیه به جا بیاره. و اما نسبت به اون سوال دومش که من به اندک حرفی اندک مشکلی دچار چی تشویش و استراب و نگرانی میشم، خب علتهای مختلف داره جناب حسینی عزیز. برخی از علتهای عقیدتیه، یعنی عقیده، از نظر عقیده انسان دچار مشکله. اگر انسان بگه که الهی انا عبدك الضعيف الفقير المسكين المستكين، من فقیرم من ناتوانم، تو قادر متعالی، تو هر چی که برای ما رقم بزنی ما همو رو چی میکنیم؟ میپذیریم با جان دل. بله. که یکی از صفات و القاب سامن الحجاج علی ابن موسی رضایه، این رضا کسی که راضیه به آنچه که خدای تبارک و تعالی برش چی کرده؟ مقدر کرده. اگر انسان عالم در محضر خدا ببینه، همه چیز را ببینه، خدا میبینه،
خدا بالاخره بهشتی داره، جهنمی داره، حسابی داره، کتابی داره. این بالاخره یک مقدار آرامتره، به اندک چیز دچار استراب نمیشه، یعنی متوجه میشه که در کوهی از مشکلات و گرفتاری ها خداوند قهار، بزرگ، رؤوف، مهربان، مهربان تر از مادر در کنار ازی است و دستش، یعنی دست قدرتش بالای سر ازیه و مانند کوه پشت ازی سر ازی چی شده؟ استاجده. خواهی دچار تشویش نمیشه. ولی اگر کسی اعتقادی به قیامت نداشته باشه، به زندگی نداشته باشه، زندگی پس از مرگ منظور ما، تمام دنیا رو یعنی چیز بدونه، خب معلوم دارست ثروتش از دستش برو دچار تشویش میشه، امکاناتش از دستش برو دچار تشویش. پس اولین کار باید ما اعتقادات خود چی کنیم؟ درست کنیم. اگر عالم محضر خدا بدانیم، البته سخته، این قمی که ما فعلا میگیم شاید شعار بیش نباشه، ولی بالاخره هر چی که اعتقاد انسان قرص‌تر و محکم‌تر باشه، خب همون رقم انسان دچار استرس و استرابم نمیشه. نکات دوم، جناب حسینی عزیز و بزرگوار، برخی از کمبودهای ویتامین‌ها و مواد مغذی در بدن ما باعث چی میشه؟ استرس میشه و باعث استراب میشه. طبیعی است، یعنی ساختار وجودی انسان اگر یک چیز درش کم باشه، یک اتفاقی برای بدنش ممکنه چی باشه؟ بیفته. پس بنابراین بهتر است این که انسان اعتقادات خودش رو درست کنه، به تغذیه خودش انسان برسه و از همه مهمتر جناب حسین، زندگی امروز فعلا زندگی چی شده؟ ماشینی شده. باید سپورت و ورزش و پیاده روی و تحرک باید حتما در زندگی ما باشه. همین خود ورزشکارا میگن و روانشناسا میگن و فیزیولوژیست ها اینا میگن که انسان وقتی که ورزش میکنه در داخل بدنش یک هورمونی ترشح میشه، این هورمون شادی آفرینه، شاد میکنه انسان. هیچ کار نکرده انسان، فقط یک ورزش کرده، سپورت شده، اما هورمون ترشح میشه، انسان چی میشه؟ شاد میشه. یک طور دیگه هم بگویم، اگر انسان به بدنش استرس و استراب فیزیکی ایجاد کنه، یعنی سپورت کنه، اینمی استرس و استراب و دوی فیزیکی باعث از بین رفتن استرس و استراب معنوی و فکری میشه. نکته دیگر هم که ممکنه وقت داشته باشه دیگر، خیلی چاره نیست شاید جوان های ما بشنوه، این اول برای خودم میگم، این که انسان سیدی عزیز خواب خودش رو تنظیم کنه. چقدر خوبه بعض شهرهای ما داخل کشور که میری مثلا صبح ساعتی 6 بجه 5 و نیم بجه بازارا باز است، صبح بازارا باز، شلوغ، و این خب بسیار ارزشمنده. شب هم آفتاب غروب بازارا بسته میشه، خیلی که دیر طرف خوشه و ساعت 9 خواب میشه. اصل سنت پیغمبر هم همین بوده دید. سنت پیغمبر بر مبنای طبیعته. بله. مبنای طبیعت یعنی رقم است. یعنی شما وقتی که غروب آفتاب میشه، همین نماز خفتنی که برادران اهل سنت و جماعت داره، نماز خفتنه، یعنی نماز بخون دیگه چی شو؟ خوشو. خب قطعا این وقتی بعد از نماز خفتن یک غذای مختصری میخوره میخوابه، خب قطعا از اون طرف شاید قبل از اذان صبح چی شوه؟ بیدار شوه. اگر قبل از اذان صبح بیدار نشوه، اذان صبح بیدار میشه، نماز خودش رو میخونه، میره دنبال کار کاسبی خودش. و از طرف ما روایات زیادم داریم که بین طلوعین نباید انسان چی کنه؟ بخوابه. یعنی بین طلوع فجر و طلوع چی؟ آفتاب، که تقریبا حدود 1.5 ساعت را، 1.5 ساعت، 1 ساعت 35 دقیقه وقت خیلی طلایی هم هستش. وقت خیلی طلایی، حتی ذره هوشی بالا میره و انسان بسیار خوب میشه. روایت داریم میگه که در این تایم روزی تقسیم میشه. کسی که خوابه به روزی هم نمیزی یا کم روزی میشه. برای این نکات اگر انشاءالله رعایت کنه، قطعا استرس و استرابش چی؟ کم میشه. بله، متاسفانه الان استاد شیوه های زندگی، خب همون رقمی که در سوالات قبلی که اشاره فرمودین، الگو گرفتن از کشورهای غیر مسلمان یا کشورهای غربی، خب سرایت کرده و حتی شیوه های زندگی هستش اونجا به اسم نایت لایف میگن، زندگی شبانه، روز خواب شب بیدار. فروشگاه های مخصوص که برای کسایی که نایت لایف زندگی میکنن، شب تا صبح بازن، صبح تا شب. خب این قطعا سیستم بدن به هم میریزه. بله، سیستم بدن به هم. خب استاد عزیز، ما سوال مانده، وقت نمانده، یک وقتی خفه نشن باز از ما. خب خیرت به هر حال، اختیار ما دست شماست. از خدمت شما بزرگوار، نام مبارک حضرت رضا صلوات الله علیه را آوردن و چون در این ماه دهه کرامت هستیم، بله، بله، در دهه کرامت و چند روز دیگه هم میلاد با برکت ایشان خواهد بود، یک بیت شعر به ذهن حقی رسید. یک کنگره تشکیل شده بود، چند تا از شعرها رو دعوت کردن که شما یک بیت شعر بگین بالبداهه، که در یک بیت شعر سه رضا تکرار شده باشه.
یک از شعرها میگه من متوسل شدم و بر حال و حال شعر به من دست داد، یک بیت شعر اومد با 6 تا رضا. رضای رضا چون رضای خداست، رضا گر رضا شد زما حق رضاست. انشالله که ما هم شاملی باشیم. یک دفعه دیگه من خدمت از آنی بیت شعر قرار میکنم. رضای رضا چون رضای خداست، رضا گر رضا شد زما حق رضاست. انشالله که جزء کسای جزء مرضیین درگاه حق تعالی باشیم. تا دیدار بعد همه شما ازان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.